اخیراً یک پایان نامه‌ای در مقطع دکترا در ایلام به اجرا در اومده و دریافته که رابطه مستقیمی وجود داره بین افزایش سوسک چوبخار به عنوان عامل مخرب از بین بردن جنگل‌های بلوط ما و دارکوب سرسرخ. این دارکوب‌ها بودن که لارو این سوسکا رو می‌خوردن. از زمانی که دارکوب‌ها از منطقه حذف شدن به دلیل اینکه ما اجازه دادیم که در زیرشکوب جنگل‌ها کشاورزی اتفاق بیفته، زراعت اتفاق بیفته و این زراعت به بهانه خودکفایی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی رخ داده، اجازه دادیم تا دام چرا بکنه و اجازه دادیم تا مردم با روش‌های مثل گلازنی تمامی سرشاخه‌ها رو ببرن و فضایی برای آشیان سازی این پرندگان ایجاد بکنن. دارکوب‌ها از منطقه رفتن. وقتی دارکوب‌ها از منطقه رفتن، لاروها تونستن تبدیل به سوسک بشن و سوسکا این بلایی و این مصیبتی رو که می‌بینید بر سر جنگل‌های زاگرس ما آوردن. الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، دست کم 18 میلیون اصله از درختان بلوط ما از بین رفتن و از وسعت 6 میلیون هکتاری جنگل‌های بلوط ما در زاگرس دست کم 30% یا به کلی خشکیده و یا در آستانه خشکی کامل قرار گرفته. این زاگرسه که سرچشمه اصلی ترین رودخانه های ما کارون و کرخه و جراحی و مارون و زهره و سیروان و گاماسیاب و زاینده رود و سفید رود و زرینه رود و سیمینه رود رو تامین میکنه. 40% منابع آب شیرین این کشور. و شما ببینید به خاطر یک دخل و تصرف نابخردانه در اکوسیستم ما چگونه ضربه داریم میزنیم به اکوسیستم خودمون. و اینها مشکلات بسیار کلیدی و بزرگیه. فرصتی دست داد تا به آرامگاه ابوالحسن خرقانی از محور شاهرود سری بزنم. روی سردر اون آرامگاه عبارتی نوشته شده که میتونه پایان بخش این صحبت‌های منم باشه و میتونه راهکار پایداری باشه برای اینکه یاد بگیریم چگونه حرمت حیات رو حفظ بکنیم. هر کس در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، حتما بر خان بوالحسن به نان ارزد. متشکرم.